سيدنا ونبينا بالغصن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى وصيه يا لكم ترميرا على بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن محمد ومحمد بن علي وعبا علي بن محمد وبن الحسن بن علي وبن الهجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توقع وتمتعه فيها طيبا أوصيكم نفسی به تقوا الله خودم رو و شما برادران عزیز رو به تقوای الهی سفارش میکنم خدا رو شکر میکنیم که در این دنیای با نفسا مسلمانیم سید الشهدا در دعای عرفه اول دعای عرفه اشاره میکنند به بزرگترین نعمت الهی که شاید خیلی ها به این نعمت توجه اصلا نمیکنند و با یک عبارتی امام حسین این نعمت رو بیان میکنند محیر العقوله من از بقیه ائمه با این عبارت ندیدم این منحصر فرد است این نگاه امام حسین به این قصه این خیلی مهم ما که ادعا میکنیم نوکر سید الشهدا هستیم باید نگاهمون به توحید نگاه دعای عرفه‌ای باشه نگاهمون به نبوت و رسالت نگاه عرفه‌ای باشه نگاهمون به امامت و ولایت نگاه حسینی باشه سید الشهدا فرمود که خدایا اگر عمر مرو به تمام اعصار و قرون خلاصه بکنیم نه اینکه من 57 سال یا 8 سال عمر کنم اگر 580 سال عمر حسین باشه 5800 سال عمر حسین باشه اصلا از عالم زر تا از شمس و کبرت حسین در این دنیا زنده باشه و بخواد فقط شکر یه نعمت رو به جا بیاره مستطع اتزاده نمیتونه حالا اون نعمتی که سید الشهدا بهش اشاره میکنه کدوم نعمته؟ بعد خدا آقا توضیح میده میگه خدای من ممنونتم که حسین رو زمان نوح نبی وارد عالم نکرد زمان ابراهیم منو داخل بر این دنیای فانی نکرد زمان موسی منو وارد نکرد زمان عیسی من وارد حسین و زمانی وارد عالم کردیم که مؤذن بالا مؤذنه میگه اشهد و ان محمد رسول الله صلی علی محمد آل محمد و یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه نسل جوان ما هست من فکر میکنم که اینقدر که پیغمبر خاتم بین مسلمین و به ویژه بین ما شیعیان مظلومه بین یهودی ها و مسیحی ها اینقدر غریب و بیگزه یعنی امروز من کمتر کسی رو در عالم امروز دیدم که به مسلمانیش افتخار اینقدر دغدغه دنیا و مشکلات دنیای اینقدر جذب غرب و شرق عالم شدن بعضی ها
که اصلا یادشون رفته بزرگترین نعمتی که خدا به اونا داده مسلمانی است. پیغمبر عزیز اسلام پیغمبر ماست، خاتم انبیا، عقل کل، اشرف مخلوقات. نمیدونیم، نمیشناسیم. شما اگر رجوع کنید به قرآن کریم، تفاوت پیغمبر خاتم رو با سایر انبیا میبینید. که حالا من یه نمونه، دو نمونه شو فقط اشاره میکنم. شما مثلا ببینید خدا تو قرآن کریمش در مورد عیسی میفرماید و ایدتو که به روح القدس، ما حضرت عیسی تو رو به برکت روح القدس تقویتت کرده. یعنی اگر این روح القدس رو از عیسی بگیرن و همینطوری رهاش کنم، یه آدم خوبیه. جناب عیسی بسیار آدم بزرگواری، ولی نمیتونه مرد زنده کنه، نمیتونه پیسی شفا بده، نمیتونه جزامی درمان کنه. تمام این معجزه هایی کرده عیسی داره به برکت کی داره؟ روح القدس داره. قرآن صاف میگه ما روح القدس در اختیار شما قرار دادیم که تو هاتونین اثبات توحید کنین، اثبات نبوت کنین، که به مردم بگیم من یه آدم عادی نیستم، من پیغمبر خودم. ولی وقتی به خاتم انبیا قرآن میرسه، بیه و عید تو کرد به نسل بین مردم و خدا انبیا، بین انبیا و خدا روح القدسه، ولی بین پیغمبر خاتم و خدا احدی نیست. نمیدونم تونستم عرض بکنم میکنم. یعنی اگر پیغمبر اکرم مریضی شفا میده، مردهی زنده میکنه، درختی حرف میزنه، کوری درمان میکنه، خودش میکنه. اصلا نیازی به روح القدس نیست. هیچ حجابی به این پیغمبر و خدا نزا. در روایت به وقتی جبرئیل امین در معراج اومد دنبال پیغمبر اکرم، به یه جایی که رسید قاب قوسین و ادنا ایستاد، پیغمبر برگشت گفت چه نمیه ایستادی؟ به قول اون شاعر گفت جبریل تو بیا اندر پیم، چه نمیه؟ گفت رو من حریف تو نیم، من اگر ذره ای بیام جلو بالاترم میسوزم. که حالا جبرئیل کیه؟ من نمیخوام این وقتتون رو بگیرم. جبرئیل رو تو قرآن شما برید ببینید کیه. جبرئیل یه ملکیست که خدا به او میگه شدید القواست، خیلی زور داره، خیلی قدرت داره، خیلی مقام داره. مقامی که جبرئیل داره از عزرائیل بالاتر، از اسرافیل بالاتر، از میکائیل بالاتر. این آقای جبرئیل که نماینده خدا و صفت خداست بر از 124,000 پیغمبر، که همه انبیا میگن ما هرچی داریم از جبرئیل داریم، جبرئیل میگه ببخشید پیغمبر خاتم به یه مقاماتی رسیده که من به گرد پای او هم و این آقا کیه؟ این آقا پیغمبر ماست. خدا رحمت کند استاد بزرگوار من آیت الله امامی در اصفهان رحمت الله علیه، در تفسیر قرآنشون میفرمودن اگر به پیغمبر میگن مصطفی یا مجتبی، که تو دای ندوم داریم، افضل من اجتبیتر، افضل من تمتر یا من استفایتر، بهترین کسی بود که برگزیده شد، بهترین کسی بود که انتخاب شد، و همونن مصطفی رو اگه من میخوام معنا بکنم معنیش بینه خدا
فرض کنید سه تا قربان داشت. قربان که میدونید چیه؟ ایشون مثال میزد، ما در مثال که مناقشه نید. خدا اومد تمام خلایه و ریخت و قربان اولیه تکون داد. ماها که ریزه پیزه و خلاصه همطوری بودیم ریختیم پایین. 124,000 دونه درشت مون. اینا کیا شدن؟ شدن انبیا. اینا رو ریخت و قربان دوم یه تکون داد، 5 تا دونه درشت موندن. اینا کیا شدن؟ اولوالعزم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. این 5 تا ریخت و قربان آخر یه تکون داد، 4 تا ریختن پایین، یه دونه درشت موند. اون کی شد؟ شد مصطفی، شد مجتبا، شد اشرف انبیا. و اون اشرف انبیا رو خدا داده به ما. یعنی ما چقدر آقا نزد خدا محبوبیم و چقدر ارزش داریم که این همه اعصار و قرون گذشت خدا من و شما رو نگردش تا آخر زمان بشه که ما سینمون رو بدیم جلو، سرمون رو بلند کنیم، بگیم ما مسلمانیم، پیغمبر اسلامیم. حالا این پیغمبر سه تا عبارت داره که آدم دلش میسوزه. من یه نکته به شما بگم، عرضم به حضورتون که اگر تمام جن و انس جمع بشن، جن و انس جمع بشن، همه پروفسورا و علامه های ده جمع بشن، این سه تا روایت خاتم انبیا رو نمیتونن معنا کنن، نمیتونن توضیح. فقط باید خود چهارده معصوم بگن پیغمبر اگر اینجوری گفته به خاطر اینا گفته. خواهش من خیلی احتد کنید. پیغمبر خاتم سه تا عبارت. یک، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری مثل من اینقدر اذیت نشد. شما یه دایره رو تصور کنید، 124,000 پیغمبر تو دایره. پیغمبر اکرم میفرماید همه انبیا یه طرف، من بیشتر از همه شون اذیت شد. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، یا رسول الله ما تو هم فلسطین داشتیم تو یک روز 40 تا پیغمبر، 70 تا هم داریم، با اره سراشون رو 4 تکه کرده. پیغمبر به اون من از اون انبیایی که با اره سراشون رو بریدن، من از اونا بیشتر اذیت شدم. ما پیغمبری داریم به نام جرجیس، جرجیس نبی، 4 بار کشتنش، 2 بار فقط زنده آتیشش زدن، خاکسترش رو جمع کردن، بردن و قله کو به باد دادن، خدا دوباره خلقش کن، دوباره گرفتنش، آتیشش زدن، به آب دادن، دوباره خدا خلقش، دوباره با شمشیر ریز ریزش کردن، 4 بار به شهادت رسید، دوباره زهین قصه جرجیس رو هم تورات نقل میکنه، هم انجیل، هم تو روایات هست. پیغمبر میگه من از اون جرجیس نبی غریب دارم. خیلی خوب گوش کنین ها، که خوبم گوش بکنین. حدیث دوم عجیب تر. ما که اینه که نفهمیدیم. اینه چجور میتونیم متوجه بشیم؟ که پیغمبر خدا از جرجیس نبی که 4 بار کشتنش مظلوم بره. پیغمبر که نسوزوندن، پیغمبر که با شمشیر تیکه تیکه نکردن، با اره سرش رو نبریدن، چرا پس میگه؟ حدیث دوم اینه که ما اوزی نبی، ما اوزی احدون مثل ما اوزی. این دیگه اون تمام انبیا بود، 124,000، این همه آدمان،
یعنی از آدم تا ازش شمس و کف برد، هرچی خدا آدم خلق کرده تو این دایره دوم میگه همه انسان ها یه طرف، من بیشتر از همه آدم ها رو کره زمین مظلوم دارم. این ما نمیفهم. ببین صد تا علامه مثل طباطبایی بیاد، هزار تا مفسر مثل ملا فتح‌الله کاشانی بیاد، صاحب نمیدونم تفسیر البرهان بیاد، والله غیر خود پیغمبر ما او باید بگه ما نمیفهمیم. و سوم این حدیث دیگه اصلا دیوانه آدم میشه. یعنی چی هم؟ ما اوزی احدون فلخلق، یعنی جن و انس و ملک و حیوان و اشجار و احجار و هرچی خدا خلق کرد همه یه طرف پیغمبر خاطر چرا میگه من خیلی اذیت شدم؟ استاد ما سه تا جواب میده، من چون حالا خیلی وقت میگیره من یه دونش رو میگم و رد میشم. میخواستم تو این نماز جمعه شهر آدلاید استرالیا، اونم لدن ورودمون، هر بده من دو روز هم از هم خواهیدم و دعا کنید این ویندوز ما بیاد بالا. دیشب هم سخنرانی گلی طول کشید، نمیم دیدید در این نزده که 145 دقیقه نمبر طول کشید، غیر از این که از اول تا آخر جلسه حدود 4 ساعت بود و خدمت دوستان عزیزمون بودیم در کوثر در ملبورن. خیلی جلسه خوبی بود که شما خواهید و نتونستم هم بخوابم از عشق دیدن شما، تا صبح نتونستم بخوابم. پس که دوست دارم شما رو ببینم، علت هم داره، دلیل هم داره، در شبهتون میگم. هر وقت هم خسته شدیم یک ساعت و نیم زودتر به من بگید، من تمومش میکنم. بنام نیست خیلی شما رو اذیت. یک نکته، الله الله امامی یه جواب میدن و تو دیگهش پیشکشتون شما فرماد بله نوح نبی 950 سال پیغمبری کرد و جرجیس نبی مثلا تو 50 سال 70 سال 100 سال اینجوری شد، ولی وقتی شهید شد برای آخرین بار فوت شد، نوح از دنیا را پرونده نوح چی شد؟ بسته شد. ولی من پرونده هنوز بازه. برای همین تو نماز من رفته بودم مکه، یکی از این آقایین وهابی ها مال کلی گفت شیعه بودم الحمدلله سلی کودم الحمدلله حشرک الله مع عمر مع عبیده مع عثمان مع معاویه مع بنی امیه و حشرنا مع علی بن ابی طالب و والله ملعون. چون میفهمید من مطلعه که اسپانی دارم بهش میندازم. و گفت شما حتون خرافت بیعق دیوانه مجدون. گفتم من متشکرم از شما. گفت چرا؟ گفتم هم که میگی مشرک نیستیم دیمونه هستیم دمت کرد. ما که هم مال مشرک میگیم بابا حالا چرا ما دیمونه ایم؟ محمد فاتح ماتح خلاص حسن ماتح فاتح خلاص. بهش گفتن اینا مردن تموم شد بباره تو به تو نماز نمیخونی؟ گفت چرا؟ انا مسلم. برای چی میگی؟ نما تو تشهد نماز چی میگی؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. و اگه پیغمبر مرده باشه و نشتره و فاتح مدده خلاص و باید تو نماز بگیم السلام علیه السلام علیه که چرا میگیم؟ بلکه حاضره گذگیم من وقتی میخوام به شما سلام بگنم بچه بگم و دیگم السلام علیه کم امتون که بگم السلام علیه هم هم کی هم دیگه ما هستیم که کما کن مخاطب حاضره السلام علیه که ایوهن ما
ما پیغمبرمون زنده است. به حسد ظاهر از دنیا رفت. ولی شاهد، ناظر، حاکم، میبینه. و میدونید چرا پیغمبر اکرم میگه من اذیت شدم؟ یکی از چیزایی که خیلی پیغمبر اکرم رو اذیت میکنه اختلافاتی است که بین ما شیعه ها و بین ما مؤمنی. به خدا یه مثال میزنم، یه مثال میزنم و میرم تمومش میکنم، خطبه دومش رو میکنم. گرچه من شاید تو کل عمرم این دومین باریست که نماز جمعه میخونم و والا آخه من اما امام جمعه گریزنده اون مری هست. ببخش اگر اصول نماز جمعه هم بلد نیست این یا الان همین که بلدیم بلده جا هستن و جا هستن وقتی خونه آقایونه پیغمبر اکرم فرمود قرآن هم میگه دیگه پیغمبر اکرم فرمود تنه و علیون ابدا خوابه الام. این حدیث شنیدیم؟ شنیدیم؟ سنی هم میگه قرآن هم که میگه دیگه که پیغمبر حکم کیو داره؟ پدرش. پس ما میشیم فرزندان خاتمه انبیا، درسته؟ خب یه سوال، شما فرض کنید یه پدر و مادری اینجا نشسته باشه، اینجا دیگه بعد دختر و پسرا فرزندان پدر و مادر جلو این پدر و مادر پشت به هم بدن همدیگر رو بزنن، این داد سرمون بزنه، او فوش به این بده، او تهمت به او بزنه. سوال، این پدر و مادر زجر میکشن یا نمیکشن؟ خجالت میکشن یا نمیکشن؟ قصه میخورن یا نمیکشن؟ ببین یک نفر از این بچه ها پشت به بابا نمیداد، اینا خودشو به خودشو پشت میدن، یه مشت هم کسی به بابا و مادر نمیزنه، همه هم دیگر رو میزنن. چرا مادر گریه میکنه؟ میگه قابل ما قربی خدا قبل دون بده چه اینجوری میکنی؟ چرا بابای عشقش میریزه؟ میگه چرا دار میزنیم؟ چرا با هم قدیم؟ میگه بابا کسی که به تو خوش بده که اینه به هم خوش بودن. میگه بابا شما بچه های منی، شما آبروی منی، صداتون که بلند بشه میگم بچه های فلانی دعواشون شده، من حیثیت برام نمیمونه. خب حالا وقتی من و شما، ما مؤمنین، ما شیعه ها، مسلمین اینجوری پنجه تو صورت هم دیگه بکشیم، پیغمبر هم بگم مولی ما یه پدر خجالت نمیشه هم دیگه رو سبک بکنه برش کن افغانیه. ببخش میگه افغانی چشه؟ آه بعد درست امام حسین، امام ایرانی ها یکی دیگر، امام حسین افغانی یکی دیگر، ما هفتش ده تا حسین داریم، امام حسین ترک ها یکی دیگه است، امام حسین لوران بگو یکی دیگه، امام حسین هندی ها هم یکی دیگه است، امام حسین بابا یه دونه امام حسین داریم، ما همون میگیم اشهد ان علی هم، پس با هم برادریم، پس ما یه خانواده است. پس هر کس ولش کن این فلانه، این دهاتیه، این مال عرب عجمه، با علی ابن علی طالب محشور نمیشود و این پدر چنین اولادی رو قبول نداره. آقای میتونه صاف بتونه، شما اهل این حرف نیست، اینا من کلی دارم میگم، تو ایران هم گفتم حتما شنیدم، من دائما تذکر به ایرانی ها میدم، به مستمعین خودم میدم، میگم تو رو به امام حسین پنجه تو صورت امیر المومنین نکشیم. تو فکر کنی فقط وهابی دشمن از دلیه؟ نه، ما هم گاهی وقت سیدی به مولا میزنیم. یه خادم امام رضا به من میگو آقای امام ها با هم فرق بکنم کل هم نورون واحد دیگه، یکی از خادم های امام رضا میگفت که یه زائنی تو حرم امام رضا بد اخلاقی کرد، گفتم بابا بشین مثلا نم درست کن، با یه جوانی بود غرور داشت با مشت کوفت تو سینما، باید کنار فوزولی هم
ببین بعضی اون ادب خیلی حالا با منم عصبانی شدم یکی زدم تو گوشش بازم برو ببینم گوشی خورد و رفت و ما رو جدا کردن شب من خواب دیدم کی میگفت؟ خادم امام رضا میگفت خواهرها گوش کنن میگفت من دیدم حضرت رضا علیه السلام اومدن سرکشی کنن تو حرم یه وایساده بودم دیدم امام رضا یه تیکه صورتشون کبوده و دستشون اونجوری رو صورت به من که رسیدن گفتم یا علی موسی رضا من قربونتون برم چرا صورتتون کبوده فرمود این سیلیه که امرو به من زدی که کبود شد وقتی تو توهین به ظاهر من بکنی ولو او بیادبی کنه انگار به من دوست حدیث داریم حدیث داریم امام صادق فرمود شما که خوشتون باشه ما هم خوشمونه شما که خوشتون باشه ما شما که مریض میشید ما هم مریض میشیم شما که قصه میخواید ما هم قصه میخواییم آقایون اگر امروز میخواییم دل امامی زمان و پیغمبر اهل بیت خوشحال کنیم شیعه یعنی بشیم اون کسی که عرب و عجم را انداخت عمر بن خطاب او گفت هر کس عربی بلد نیست بهش نه نون بدید نه آب بدید نه کار بدید ایرانی هایی که از ایران رفته بودن یا از افغانستان یا فارس زبونا رفته بودن برای مدینه در زمان خلافت عمر بن خطاب عمر میگفت این عجما رو تو صف اول و دوم صف نماز راه ندید من آخر آخر هر بار مگه زدم فارسی حرف زدم جوابشون رو ندید در مغاز اگه اومدن در تشتگی داره میمیره تا عربی حرف زده بشه پاویده این فرهنگ عمر بن خطاب خود سنی هم نمشه اما علی بن ابی طالب وقتی به حکومت رسید در روایت بره اصفهانیان علامه هم مورده تو علامه هم رسید به اصفهانی عده‌ای شدن رفتن کوفه و این به اون میگو تو عربی بگو اون گو عربی بگو حضرت امیر با زبان فارسی و مادری اینا شروع کردن صحبت کردن و عمل بازی کردن و دینا از خوشحالی خوشحال گریه کرد گفتن یا امیر خلیفه قبلی و خلفای قبلی به جرم این که ما عجم بودیم و عرب نبودیم تحویلمون نمی گرفتن شما با زبان مادری ما معرف بزنید استاد ما این فهمیدن مهمترین عامل تشکل شیعه در ایران دو تا چیز بود یک برخورد حضرت علی با ایرانی ها دو تبلیغ و برخورد سلمان فارسی امروز هر کی گفت اینه بلش کن عربه اگه گفت من شیعه هم بگو آره شیعه یه عمری هست چون اون عرب عجم بلش کنیم پاکستانی افغانی بلش کنیم لور ترک ایرانی بگو تو شیعه هستی ولی شیعه عمری هست آقای شیعه علوی باشی شیعه علی امیرالمومنین گفت ان اکرمکم عند الله اگر میخواین امام زمان خوشحال کنین هم دیگر رو خوشحال کنین من خیلی عوض میخوام یه حدیث دیگه میخونم خطبه اولم رو تموم میکنم بیرم سراغ خطبه یه دوبارم الله و سلام شما ها تو خودم دیگه که صحبت میگردین من دیگه میگفت که اکرم الزای و لکان کافرم ما دیگه رو مهمونیم ببخش کنیم خب من یه روایت میخونم این روایت رو به نتیجه منبر خطبه اولم میکنم یک کسی از بصره عراق اومده بود مدینه رفته بود عمره و بعد از مکه اومد مدینه بود بعد چفیه بسته بود دور سرش که خیلی معلوم نشه کیه
اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل. به امام صادق گفت آقا من خوشحال شدم دیدم ات. از خوشحالیم گریه میده. باید که دیگه هم بود گریه میده. امام صادق فرمود جعفری هستی؟ چیه؟ و بلا. از کجا اومدی؟ و من از عراق. از بصره. فرمود که چرا پس اینقدر کم میای مدینه؟ کم زیارتتون میکنه. امام صادق. گفت آقا ما والیمون استاندار مدینه این سنیه، از اون سنیه این متعصبه، اگر بفهمه چی شیعه است بیچارش میکنه. منم الان به بهانه عمره اومدم مکه و قبر پیغمبر، برای همین چطوری هم بستم که از مردم عراق کسی اینجا من نبینه بره لاپردم و بده خیلی دلم میخواد بیشتر بیام چیکار کنم. حضرت فرمود که خوش آمدی، حالا که عراق هستی کربلا هم میدیم؟ اربعین سر قبل جد امام حسین میدیم؟ این بیشتر گریه که گوه خیلی دلم میخواد هر سال اربعین حتی اول برم کربلا، چون میدون آقایون اربعین کربلا رفتن جز سفارشات اهل بیت، به قول ما طلبا دستور طرف امام معصور است قصه اربعین، اصلا این موضوعیت داره. از اگر کسی سالی میخواد یه بار بره باید سعی کنه که بره اربعین تا میتونه اربعین بره. اربعین چون سفارشه. امام صادق فرمود اگر پولم ندارید فرش زیر پاتون رو بفروشید ولی برید مکه تو کل عمر به شرط استطاعت یه بار واجبه. اما امام صادق فرمود شیعین ما حداقل سالی دو بار کربلا برن، حداقل. مکه اگر کسی پول نداره واجب نیست بره، اما کربلا اگر پولم ندارید روایت بره برید قرض بگیرید آمری. مکه اگر راه خطرناک باشه وجوبش برداشته میشه، اما تو کربلا اگر دست و پات هم قطع میکنن بگو قصه کربلا. بعضا میگم حاج آقا ما پول این کربلا اونو میخواییم بدیم یه دختر جاز بدیم. دختر جاز دادن یه بحث دیگر است. قصه کربلا رفتن بگو مثل که شما بگیم من اینو میخوام نماز عصر و ظهر اما نخونم برم یه پیر زنی از کمکش کنم. میگه نماز ظهر عصر کاری با چیزی یه مول سر جا خودش اینم سر جا خودش. من به جایی که روزه بگیرم میخوام برم برای یک سیسه رو مفتی کار کنم. دمت گرم برو کار بکن، اما روزه سر جای بگو کربلا سر جا خوده. گولتون نزنن این پولی کربلا برو بده در جاز یه برو بده برای نمیدونم فقیر کنم. اونی بسی دیگه هست قصه کربلا دستوره. اصلا من نمیخوام شما رو خیلی حول و وداتوتون به نظر حتی من ثابت میکنم جهدیه من رو بیان الا واجبه، چون امام رضا فرمون یک نشده این کنت باکی ها چی؟ فب کده بزن امر امامه جایی خواستی گریه بکنی گریه من رو بیان دلا بکن بزن. اصلا محرم عزا گرفتن لباس مشکی برای امام حسین پوشیدن، سینه زدن، توزه خوندن، عشق ریختن طبق فرمایش امام رضا این حکم وجود داره. اصلا شما به قصه امام حسین مستحب نگارن کن. من خودم خدمت های چطور ما بهجت بودم خودم یک کسی پرسید از آیت الله بهجت گفت آقا اگر کسی شب برای نماز شب فقط وقت داری یک کار بکنه یا نماز شب بخونه یا روزه بخونه گریه کنه، فقط یک کار میتونه بکنه. کدوماشو انجام بده ثوابش بیشتره؟ شما فکر کنم آقای بهجت چی فرمودم؟ شما بگید روزه بخونه یعنی گریه کردن رو عبدالله از نماز شب ثوابش با
بابا امام حسین رو این بچه رو جمع کن، امام حسین رو حواستون باشه، دقت کنید، زید الشهدا قنون اربعین میره کربلا گریه کرد و سه سالیه بار چهار سالیه بار اونم با بدبختی چوه میندازن، چوه میگید دیگه، خبرش رو پخش میکنم تو بسته که میخوام برم شام تجارت، چون من تاجرم، من به بهانه شام میرم از بسته بیرون، اما میرم کربلا یواشه بیرون. اینقدر گریه کرد که چرا نمیتونم کربلا برم؟ چرا نمیتونم؟ بگو مدینه بیام شما رو ببینم. امام صادق فرمود که اگر در این مزیقه هستی با این وادی و واقعا نمیتونی بری، میخوای یک کار یادت بدم که اگه انجام بدی ثواب هم زیارت امام زمان رو برات بنویسم، هم ثواب اربعین زیارت امام حسین. گفت یا نه رسول الله، مگه اینا بدل داره؟ تو کامل زیارات این است. گفت محرم داره که چیکار بکنم که هم زیارت امام زمان برام نوشته بشه، هم زیارت که اربعین حسین و اون سلام من به مردم و شیعیان بصره برسون. بگو اگر به خاطر این قصه خفقانی که از نمیتونید کربلا برید، نمیتونید مدینه بیاید امام زمان رو ببینید، دیدمون هم دیگه برید. شما شیعه ها وقتی به هم دیگه برسید، هم دیگه رو بغل میکنید، دست با هم میدید، خوشبش میکنید، سلی رحم میکنید، دید و بازدید میکنید، به هر شیعه ای که میبینید سوار یه اربعین حسین و زیارت امام زمان رو نوشت. شما اینقدر ارزش دارید. لذا من دیشتر این مردم اما تو آمدیم میام که سهر شد میگوندم حالا فردا میریم تو مسجدی که به نام فاطمه زهرا هست و یه عده شیعیان خدا رحمت کنه استاد ما و مظلومترین شیعه رو کره زمین شیعه های افغانی هست، تعبیر استاد هست. من از افتخارت در آمینه، من سال 59 وارد حوزه شدم، تو حوزه ای در اصفهان رفتم که 80% طلبه های اون حوزه اشیایان مظلوم افغانستان. من بیش از 40 سال با شما دارم زندگی میکنم، گریه هاتون رو دیدم، عشقتون به اهل بیت رو دیدم، من شما رو میشناسم، چرا شما هم خیلی خیلی هم نزدیکم، من با شما زندگی کردم. بذار از من میگم چنین داره تو دفاع میکنی، میگم شما نمیشناسید جماعت. آمریکا برو، اروپا برو، هر جا علم شیعه بلنده، یکی از علمدارای شیعه در دنیای متمدن امروز شیعه افغان. مرحبا به تک تکت، آفرین به تک تک، جان من فدای همت که وایسادید با امام حسین. من خوشحال شدم شما رو زیارت کردم، انشاءالله زیارت اربعین و زیارت امام زمان رو خدا تو پرونده اعمال مؤمنه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اللهم صل ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل بليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وعاقلا وظاهرا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تروى وتمتعه فيها تنعيما. باز خودم رو به شما رو به تقوای الهی سفارش میکنم، به حفظ کردن آبروی اسلام سفارش میکنم، به اینکه انشاءالله زینت اهل بیت باشیم سفارش میکنم، به رفاقتمون، به دوستیمون، به دوست داشتنمون، به مهربانیمون سفارش میکنم که اگر ما وحدت کلمه داشته باشیم بتونیم با دنیا وحدت داشته باشیم. ما چهار تا وحدت رو قبول داریم، شیعه یه وحدت رو قبول داریم، دو تا وحدت رو قبول نداریم، ما چهار وحدت رو داریم. اولا مهمترین وحدت رو در بین این چهار تا وحدت شیعه و شیعه میدانیم. اول وحدت شیعه و سیاه باشه، سفید باشه، مال هر جای عالم باشه، بگه اشهد و ان علی ولی الله شیعه است، برادر ماست، مال هر جای دنیا میخواد باشه، فقیر باشه، غنی باشه، پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه، هر کی میخواد باشه. وحدت شیعه و شیعه یک. بعد وحدت شیعه و سنی. ما سنی از وهابی بگو جدا میدونیم. ما وقتی به یه سنی رسیدیم دو تا کار میکنیم، دو تا بتونیم شیعش میکنیم، نتونیم وهابیش نمیکنیم. بتونیم با استدلال شیعش میکنیم، نتونیم دیگه با بیمحلی و توهین از همین که هست عقبترش بگو دشمن اهل بیتش نمیکنیم. چون سنی که از امام صادق و اهل بیت ما بدی ندیده که، اگر بد میشه با ما به خاطر رفتارهای ماست. پس ما وحدت شیعه و سنی رو هم چیه؟ قبول. ما اونها رو مسلمون میدیم، ناموسشون ناموس ماست، مالشون محترم، ارضشون محترم، خودشون پاک، معامله با سنی درست، ما همه مسلمان. این وحدت دو. وحدت سوم وحدت ادیان ابراهیمی. ما با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی هم جنگ بگو نه دعوانت. اونا خدا رو قبول دارن، یهودیه تا موسی اومده از دمشگر، حالا او عیسی و پیغمبر ما رو قبول نداره، ما کاری با اون نداریم. ما میگیم موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، ما احترام به موسی میدیم. مسیحی تا عیسی اومده پیغمبر ما، ما کاری با اون نداریم، ما عیسی برامون ببینیم عزیز از ما همه دونه های پشت یه تسبیح، ما همه از ادیان ابراهیمی هست. یه مسیحی تو اسمان من دکتره، میگم من میخوام شیعه بشم و مسلمان بشم چی کار کنم؟ گفتم برای چی میخوای بشیر؟ ازنم چی میگم؟ گفت من دیدم خلاص الان مسلمانی بهتره. گفتم آقای دکتر تو اگه یه مسیحی واقعی باشی یه مسلمان واقعی هست، منم اگر یه مسلمان واقعی باشم در اصل مسیحی واقعی، چون همه انبیا آمدن بودن اخلاق، همه انبیا آمدن برای گره کشایی، همه انبیا حرفشون یک کلمه است، انسانیت، انسانیت، صداقت، پاکی. همین که تو احترام برای پیغمبر مقاهری من دستتونم یزه، من رفته بودم واتیکان یه دیداری هم با پاپ داشتم، یه هدیه هم بهم دادن، آوردم رفتم دادم به ایشون، گفتم این سلی با اینا مقارن به دردی من نمیخوره، ولی حالا جون بهش بده. گفتم تو من اگه رفتی یک مکه با اینا این فسبی چیزی برای من بیم. البته مسلمون شده، ولی بعد من گفت من خیلی خوشم اومد که شما زود از من چیکار کردی؟ مثلا نگفتی آره بیا بیا موسیم. گفتم نه من نمیخوام، هم که مسیحی خوب باشی بگو
مدعوا سر عیسی و موسی مدعوا سر یه چی داریم بد اخلاقی مدعوا سر دروغ سر ریا سر عور سر کبر بعد خدا رو شد تو که دشمن پیغمبر که نیستی دشمن اهل بیت نیستی عاشق حضرت علی بود خلاصا هم بلا شیعه شد میخوام بگم ما دعوا با ادیان ابراهیمی هم پیغمبر اکرم همون همسایه سه نوعه بعض همسایه ها سه تا حق دارن بعض همسایه ها دو تا حق دارن بعض همسایه ها یه حق دارن اونی که سه تا حق داره یک هر دوتا تو شیعه دو خیش و قومی پسر عموته سه همسایه بعض همسایه ها دو تا حق دارن اون مسلمون و شیعه است تو هم شیعه هستی ولی شما خیش و قوم با هم نیستید اون مثلا هندیه اما مسلمانه شما افغانی من ایرانی جفتمون مسلمان همسایه هست اما یه همسایه هم داریم که یه حق داره اون اصلا مسلمان بگو نیست خیش و قومون هم نیست اما همسایه مون هست پیغمبر اینقدر سفارش همسایه کرد که بعضی گفتن نکنه ارث از همسایه به همسایه میرسه حرمت هم دیگه رو نگرد چه اشکال دیگه ما با کسی دعوا نداریم این سومین اتحاد چهارمین اتحاد ما با کل بشر به کل زمین متحد ما با همه رفیقیم بر سه محور طرف میگه من نه خدا رو قبول دارم نه انبیا رو نه زبور، نه تورات، نه انجیل، نه قرآن، نه امام، نه معصوم، هیچ چی قبول ندارم. بگم اشکال نداره. شما سه چیز قبول دارید، قبول ندارید. دیگه چی؟ بگید یکی قانون، دوم علم، سوم اخلاق. این رو قبول دارید؟ اگه دیوونه باشه بگه نه. اگه عاقل باشه بعد بگه بله من قانون رو قبول دارم. پس ما طبق قانون به هم بدی نکنیم. حق همدیگه رو بگو نه سایه تو هر چی میخوای باشی تو اصلا لایک باشی من چیکار دارم به لایکی تو به قول قرآن کریم لکم دینکم ولدین من به تو آزار نمیرسونم من فکر ندارم که تو چیکاری من که خودم مسلمانم لذا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قولوا للناس حسنا ناس یعنی 8 میلیارد آدم آی مسلمان هر جا دنیا پا گذاشتی برداشتی قشنگ هست متین هست بلش کن گاه پرسته خب او گاه پرسته تو که خدا پرستی تو درست هست بلش کن این بود پرسته من الان یه ما دو ما پیش هند بودم تو هند رفقا گفتن 30,000 خدا پرسته شد چند تا؟ 30,000 خدا میدونه تو هر مغازه این رفتم 4 تا بت بود بتای عجیب قریب هم بود اولی من وقتی وارد میشدم طرف نگاه میکردی ما هم پیداست داره کلمه پیداست که هندی نیست تا وارد میشدم در ندر اول به این بته سام ننکم خود هندی هم خندش میگره خوشش میومد یه چیز هم بازم خرید بکنم تخفیف هم داره گفتم ما اسپانی هستیم زرنگه یه تومن هم یه تومن بعد گفتم چرا تخفیف دادی؟ گفت همین که میدونم مسلمانی و میدونم اینو بت میدونی و قبول نداری ولی به احترام من به عقیده من احترام گذاشتی دارد کرد خیلی آقا مهمه خیلی مهمه به هم دیگه احترام داری ما شیعه ها منطقی ترین مکتب و کره زمین داریم ما عاقل ترین عقلای عالم امامان ما عقل کل عدل محضر خیر محضر معدن علم ما با این 14 معصوم باید دنیا رو با لبخندمون فتح ما با این امام حسین باید عالم رو نوکر امام حسین کنیم ولی متاسفانه فقط اهل بیت رو دوست داریم ولی خیلی مرام اهل بیت رو بهش توجه نمی کنیم
لذا من خواهش میکنم در خطبه دوم زرنگ باشید، شکار کنید، شکار قلب ها. حالا هر چه خواستید شکار کنید، خصوصا این جوان ها رو، چند تا کار مواظب باشید. به جوان رسیدید چند تا نقطه راه بگم خدمتتون. بسم الله. ما امشب اینجا منبرم داریم؟ بله ان شاء الله. آقای آجا من دو شب اینجا منبر میرم دیگه. خب دو شب منبر، تو تو خطبه چهار تا سخنرانی سربازتون باشه. دیگه ما دو تا منبر داریم میریم. هر کی میخواد با نسل جوان خودمون هم برخورد بکنه، باید آداب برخورد با نسل جوان رو بلد باشه. آداب برخورد با نسل جوان ها مثل ماهی میمونن، لیزن. برخورد با جوان هنر است. آقایون، پیر مردا، بزرگترا، مومنا، تو رو به امام حسین اگر اخلاق نداریم، شما برای اسلام تبلیغ نکنیم. ما دستتون هم میبوسیم. یه خاطره بگم. یه بابای اصفهان، پسرش یه ذره خلمز بود بنده خدا، یه ذره یه تختش کم بود یا یه سیمش کوتاه بود به قول اصفهانی ها، واقعا شیرین میزد. اینو آورده بودش حوزه طلبه بشه، اینقدر ما بهمون برخورد. استاد من روش نمیشد به این آقا بگه آخه با بچه هم یه استاد من گفت ببرش بازار شاگرد خودت بشه. گفت نه نه نه، به درد آخوندی میخوره. یه نیم سر استاد ما این گفت آقا طلبی سخته، حافظه میخواد، استعداد میخواد. روشون هم نمیشد بگه بچه یه ذره یه جوری فایده نکرد. یه استاد ما فهمد که هیچ فایده نداره، دارم هم چون باید به این پدر گفت که ببخشید شما امام زمان رو قبول دارین؟ گفت سر و جونم فدای امام زمان. گفت اگه قبول دارین شما با آقازادتون به نفع امام زمان برید کنار. حالا یه سری از مؤمنان به نفع خدا باید برن کنار. آقا شما یه جمعون تو مسجد دیدی، یا تو که بلد بیزی با جمعون حرف بزنی حرف بزنی. تو همین ملبورن یه کسی به من میگه، گفت یه جوونی بود، لات بود، اما ابوالفضل رو دوست داشت، امام حسین رو. بهش گفتم بیمه این حسینیه. پدرم در اومد تو منش حسین. گفت تو این دستاش از این چیه، تتو میگن؟ آره تتو و اینا. جوون هم دیگه، نباید بکنن. اما اینکه نباید بکنن رو من باید بگم، نه شما. من باید. از من میخره، از شما نه. منم بلدم شما. میگو آقا اومد تو حسینیه جب گرفته شما. من رو گفت میشه من کمکم بکنم؟ گفتم یا علی. یه سینی چای دادم. حالا میگفت من 6 ماه مخ این کار کرده بودم بیارمش کجا؟ حسینیه. گفت این سینی چای گرفت برد تو حسینیه، گرفت جلوی یک تو از این پیر مرده تو حسینیه. گفت با اینم تکبر شجا. گفت تا این خال تو بیاره دیده اینا. گفت برو تو تمام هیکلت نجسه. من هم تو بگه آقا سینی چایی گذاشت، رفت که و الان معتاد شد. بابا پدر آدم در میاد یه جوانه میره تو مسجد، چرا فرارش میبین؟ تو چیکار به زنجی تلاش داری؟ چیکار داری به شنگارش تیکه پاره هست؟ بابا جوان باید درست برگرد کرد. جوان مثل ماهیه رو در میره و ما آغوش اون اگر بسته باشه جذبشون نکنیم، آغوش قاچاقچی ها باز، آغوش بهایی ها باز، آغوش من اونا جذبش میکنم. لذا خواهش میکنم و جوان اگه خواستی برخورد کنیم، 5-6 تا نکته رعایت کنید. بگم بزن اون شب بگم فرمان. یک دکتر بازی ممنوع. یعنی چی؟ یعنی جوان بشه مریم، شما بشید آقای پروفسور، آقای دکتر. تا بهش میرسی بگون بیات من یه نسخه برات بنویسم، بلکه خدا شفاعت بده. به جوان میرسی این نسخه براش خریدی. اصلا جوان مریض نبین آخود دو طبیب مریض بشه.
جوابش هر دو پلیس بازی ممنون کجا بودیم؟ مجنون سرش تو نمیشه کجا بودیم؟ پلیس بازی برمید سه قاضی بازی ممنون محاکمش نکن چهار فرمونده بازی هم ممنون که تو بشی جناب سردار آ این جوان بشه سرباز که هرچی گفتی بگه بله قربان پادگان نیست پس هیئت پادگان و پنجم از همه مهمتر عقل کل بازی که خیلی هم متاسفانه این مشکل داریم تا به یه جوان میرسیم یه جوری حرف بزنیم که انگار همه چیز ما میفهمیم ولی جوان نه که نمیفهمیم هیچی نمیفهمیم یعنی یه جوری بهش برمیخور بابا دانشجوه قربونه برم احترام برش بگذار 20 سالشه من خواهش میکنم جوانها رو با ادب با لبخند هر کی میخواد رو مخ جوان کار کنه یه راه داره اول باید تو دل جوان بره اگه دوست داشت همه الان ببین روزه بهش بگی شبه میگه به خاطر تو شب خورشیدم نادیده میگه چون جوانها کشت مرده رفاقت و ما متاسفانه اخ میکنیم تلخ حرف میزنیم از همه بدترینه پسر خودمون رو جوابش نمی کنیم به بچه مردم که میرسیم تحمیلش میگیریم بابا از بچه خودت شروع کن پسره به من میگه آج آقا من به بابام وقتی میگم سلام میگه چه جواب سلام ماست اون میخوام بعد جالبه همین بابای بد اخلاق ما تو کوچه به پسر همسایه میرسه میگه سلام عمو ده و بزرگ شده عمو قربون خط اولاد برم کلاس چندمی عمو گفت یه جوری با این حرف میزنه که همون پسر همسایه من میگه خوش باله چه بابای خوش اخلاقه چرا ابوالقاسم کمر باریک کوچه روشن خونه تاریک مردم ها تحویل میگیری بچه خودتو تحویل نمیگیری حالا انشالله دو شهرم قرار اینجا من بردارم به حضورتو در اتا طرز برخورد با نسل جوان چون من 40 سال کارم اینه به چند تا نکته بگیرم به جوانه دیگر بگیرم خیلی منو ببخشیم اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله